هدف 14 از سند 20 سازمان جهانی یونسکو. می‌دانیم که برای همدلی، همراهی و یکی شدن فرهنگ جامعه جهانی تا سال 2030، سازمان ملل در سال 2016 طرحی در 17 هدف را در اختیار سازمان یونسکو با نام سند 20 یونسکو قرار داده است. این بار هدف 14 سند 20 یونسکو: 1. کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها. 2. حفاظت از بومسازگان دریایی و ساحلی. 3. کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی. 4. قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی‌رویه. 5. ارتقاء دانش فناوری دریایی. 6. حذف یارانه‌های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب. 7. افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آن. اقیانوس‌ها بیش از 70%، یعنی 3/4 از سطح زمین را پوشاندن که شامل 97% از آب زمین هستند و 99% از فضای زندگی روی کره زمین را از نظر حجم نشان می‌دهند و نقش اساسی در حمایت از زندگی روی زمین دارند. آنها متنوع‌ترین و مهمترین اکوسیستم هستند که به چرخه عناصر جهانی و منطقه‌ای و تنظیم آب و هوا کمک می‌کنند. اقیانوس‌ها منابع طبیعی از جمله مواد غذایی، مواد معدنی، تولید انرژی و غیره را برای انسان‌ها تأمین می‌کنند و به عنوان بزرگترین منبع پروتئین جهان محسوب می‌شوند، به طوری که بیش از 3 میلیارد نفر به دلیل معیشت خود به تنوع زیستی دریایی و ساحلی وابستند. فقط در شیلات دریایی بیش از 200 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم اشتغال دارند. در سطح جهانی ارزش بازار منابع و صنایع دریایی و ساحلی 3 تریلیون دلار در سال یا حدود 5% تولید ناخالص داخلی جهانی تخمین زده می شود. آیا می دانید امروز تنها کمی بیش از 1% از اقیانوس ها حفاظت شده است؟ بین 50-80% تمام حیات کره زمین در زیر سطح اقیانوس هاست، اما تنها کمتر از 10% این فضا توسط انسان‌ها کشف شده است. گیاهان دریایی بسیار کوچکی با نام فیتوپلانکتون‌ها نیمی از تمام اکسیژن در جو را با فتوسنتز آزاد می‌کنند. اقیانوس‌ها حدود 25% دی‌اکسید کربن اضافه شده به جو توسط فعالیت‌های انسان‌ها را جذب می‌کنند. بدین ترتیب آثاری را که گازهای گلخانه‌ای بر روی آب و هوا می‌گذارند به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهند. اقیانوس‌ها شامل بیش از 200,000 گونه جانوری شناخته شده هستند. تعداد حقیقی آنها احتمالاً چند میلیون باشد. متأسفانه بسیاری از ذخایر ماهی اقیانوس‌ها مورد استفاده بیش از حد قرار گرفتند. آلودگی اقیانوس ها به مشکل بزرگی تبدیل شده است که هم بر اقیانوس و هم بر سایر بخش های زمین تأثیر گذاشته و به طور مستقیم ارگانیسم های اقیانوسی و به طور غیر مستقیم سلامتی انسان را تهدید می کند. نشت نفت، زباله های سمی و دفع سایر مواد مضر از اصلی ترین عوامل آلوده کننده اقیانوس ها هستند. پژوهش ها نشان داده که 693 گونه جانوری دریایی با مشکلات ناشی از ضایعات پلاستیکی دست و پنجه نرم می کنند و در همین حال 400 گروه از آنها گرفتار این ضایعات هستند. طبق اطلاعاتی که توسط سازمان اقیانوسی و جوی بین المللی NOAA گردآوری شده، تقریباً 1.4 بیلیون پوند آشغال هر ساله به اقیانوس ها سرازیر می شوند. به طور متوسط هر ساله 8 میلیون مورد آشغال دریایی در اقیانوس ها نابود می شوند و تقریباً 5 میلیون از آنها نیز یا به خارج پرتاب می شوند و یا در طوفان گم می شوند. تخمین زده شده که 70% از کل آشغال دریایی در کف دریا رسوب می کند. 30% باقی مانده نیز یا در اقیانوس شناور می مانند یا به سمت ساحل رانده می شود. آلودگی های نفتی از دیگر مسائلی است که حیات اقیانوس ها را تهدید می کند. سالانه 60 میلیون بشکه نفت وارد آب اقیانوس ها می شود، اما در اخبار صحبتی از آنها به میان آورده نمی شود، چرا که این نفت طی یک فرایند طبیعی از لایه‌های سنگ نفتخیز به داخل آب اقیانوس‌ها تراوش می‌کند.
اما نگرانی که وجود دارد این است که سالیانه 37 میلیون بشکه نفت به داخل آب اقیانوس ها نشت می کند. تنها 5% از آلودگی اقیانوس ها مربوط به تصادفات تانکرهای بزرگ هستند، اما نشت 37 میلیون بشکه می تواند تا مایل ها به حیات ساحلی و دریا لطمه وارد سازد. در ایران هم آلودگی خلیج فارس که پیوسته به اقیانوس است، یکی از مهمترین چالش های زیست محیطی است. بر اساس گزارش های رسمی طی سالهای گذشته 21 مورد نشت نفت بزرگ با بیش از 100 میلیون بشکه در دنیا رخ داده که 7 مورد آن در منطقه خلیج فارس بوده است. این بحران در منطقه خلیج فارس می تواند بسیار معنادار باشد، زیرا خلیج فارس دریایی حساس با عمق کم و شوری بالاست و بسیار شکننده است. بزرگترین فاجعه نفتی در خلیج فارس در سال 1991 رخ داد که بر اثر حمله عراق به کویت 11 میلیون بشکه نفت در این دریا تخلیه شد. علاوه بر این مسائل، وجود کشتی‌های غرق شده نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که خارج کردن آنها نیازمند داشتن یک برنامه جامع است. در غیر این صورت برای محیط زیست خطرساز خواهد بود. از هر سه کشتی که از خلیج فارس عبور می‌کنند، یک لکه بزرگ نفتی که بیش از 500 متر قطر دارد روی آب تولید می‌شود. به بیان دیگر، هر هفته 3 لکه نفتی در آن به وجود می‌آیند. با بررسی‌های صورت گرفته، آلودگی آب خلیج فارس 47 برابر آب‌های آزاد آلایندگی ارزیابی شده است. از این رو، این آلودگی به داخل بدن ماهی می‌رود. به عبارت دیگر، ماهی‌ها در دریای خلیج فارس و همچنان در دریای مازندران بوی نفت می‌دهند. این در حالی است که هم خلیج فارس و هم دریای مازندران بسته هستند و هیچ راهی به آب‌های دیگر ندارند. آنچنان که در خلیج فارس 4 سال آلودگی باقی مانده و می‌چرخد. از سوی دیگر، تنگه هرمز هم تنگ است و طول آن نیز 56 کیلومتر بیشتر نیست. در نتیجه به دریای عمان راهی ندارد و آلایندگی ها در آن جمع می شوند. سید بیرویه و کاهش شدید ذخایر آبزیان، ورود گونه های مهاجم غیربومی به علت تکثیر و پرورش آبزیان غیربومی و تخلیه آب توازن، تخریب سواحل و جزایر و نابودی زیستگاه های حساس، قاچاق گونه های در معرض خطر انقراض، بهره برداری بیش از توان زیستی مناطق ساحلی دریایی، ورود انواع پسماندها به خصوص پسماندهای پلاستیکی به دریا برخی از این چالش ها هستند. آلودگی آبها ناشی از تخلیه قاچاق سوخت، تغییرات شدید اقلیمی و نوسانات سطح آب دریا، افزایش ریزگردها، تکمیل نبودن شبکه پساب شهری در شهرهای ساحلی و ورود آن به دریا، آلودگی نفتی با منشأ دریا، سوانح دریایی، کشتی‌ها و تانکرهای حامل نفت و فراورده‌های نفتی از دیگر چالش‌های محیط زیستی این منطقه مهم دریایی است. آنچنان که این آلودگی‌ها اکوسیستم را تحت تأثیر قرار داده و جان موجودات دریایی را نیز به خطر انداخته است. این در حالی است که انسان نیز در این چرخه گرفتار شده است. لکه‌های نفتی با امواج به سمت سواحل می‌روند و آلودگی ساحلی ایجاد می‌کنند. اگر به سواحل قشم، کیش و لارک دقت شود، خواهید دید که صخره‌های از جنس استخوان باید سفید رنگ باشند، اما سیاه هستند. موجودات دریایی که از مواد آلاینده اقیانوس‌ها تغذیه کرده، در زنجیره غذایی انسان‌ها مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب سلامتی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. چون این مواد در بافت بدن انسان‌ها تجزیه شده و می‌توانند منجر به سرطان، نقص تولد و یا مشکلات طولانی مدت در سلامتی آنها شوند. از اثرات دیگر آلودگی اقیانوس‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد. 1. اثر مواد سمی در زندگی حیوانات دریایی. 2. اختلال در چرخه حیات تپه‌های مرجانی. 3. کاهش سطح اکسیژن محلول در آب. 4. ضعیف شدن سیستم تولید مثل موجودات دریایی. 5. تأثیر بر روی زنجیره غذایی. 6. تأثیر بر سلامتی انسان‌ها. بنابراین اقدامات جهانی برای اتخاذ تدابیری که باعث ترمیم آسیب‌ها باشد در هدف 14 یونسکو در نظر گرفته شده.
ادامه اقدامات و ابزارهای مدیریتی برای دستیابی به عوامل مؤثر شناخته شده مانند آلودگی، ماهیگیری بیش از حد و استخراج منابع طبیعی مهم است. حفاظت و احیای مناطق ساحلی و دریایی اقدامات اساسی برای حفظ تنوع زیستی و منابع ماهیگیری و همچنین تقویت مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی است. چالش‌های جدید دیگری برای اطمینان از تولید دریایی مواد غذایی، زباله‌های دریایی از جمله ریزگردها و به ویژه اسیدی شدن اقیانوس است که نشان دهنده اهمیت پیوند مسائل دریایی با عملکرد تغییر اوضاع است. اما روش حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار چیست؟ جایگاه منافع ملی هر کشور و منافع منطقه‌ای هر منطقه در استفاده از منابع دریایی و اقیانوسی چیست؟ منافع اقیانوس‌ها چگونه میان کشورهای مختلف تقسیم خواهد شد؟ کشورهایی که قدرت استخراج از منابع اقیانوسی را ندارند، چه سهمی از برداشت از این منابع خواهند داشت؟ حفظ اقیانوس‌ها و منابع دریایی با استفاده از این منابع چگونه قابل جمع است؟ نقش شرکت‌های فراملیتی و کشورهای صنعتی در استفاده پایدار از منابع دریایی چیست؟ نقش سازمان ملل در برخورد با سلطه‌جویی و استثمار منابع دریایی چگونه خواهد بود؟ و اقدامات مؤثر گذشته چه بوده است؟ اینها مواردی هستند که هدف 14 سند 20 یونسکو قصد دارد با همکاری بین المللی کشورها تا سال 2030 در جهت توسعه پایدار برای حفاظت از دریاها و اقیانوس‌ها به نتیجه برسد. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی حیات وحش 3 مارس 2019 برابر با 12 اسفند ماه سال جاری ضمن اعلام این واقعیت که بیش از 3 میلیارد انسان برای غذا و معیشت به تنوع زیستی دریایی و ساحلی وابسته هستند از افزایش مقررات درباره گونه‌های دریایی و ایجاد چارچوب تنوع زیستی جهانی در سال 2020 خبر داد. متن کامل پیام آنتونیو گوترش بیان می کند که گونه های دریایی خدمات زیست بوم ضروری را فراهم می کنند. پلانکتون جو را با اکسیژن غنی سازی می کند و بیش از 3 میلیارد انسان برای غذا و معیشت به تنوع زیستی دریایی و ساحلی وابسته هستند. تخمین زده می شود که منابع دریایی، ساحلی و صنایع مورد حمایت آنها دست کم ارزش معادل 3 تریلیون دلار در سال دارند. چیزی حدود 5% از تولید ناخالص داخلی جهان. مدیریت پایدار و حفاظت از زیست بوم دریایی و ساحلی از اهداف آرمان 14 آرمان‌های توسعه پایدار هستند. امروزه حیات اقیانوس از تغییرات اقلیمی تا آلودگی، نابودی زیستگاه‌های ساحلی و استفاده بیش از حد از گونه‌های دریایی تحت فشار شدید قرار دارند. حدود 1/3 ذخایر ماهی‌های تجاری بیش از 100 صید می‌شوند و بسیاری از گونه‌های دیگر از آلتروچوس‌ها گرفته تا لاک‌پشت‌ها به علت استفاده ناپایدار از منابع اقیانوس‌ها در معرض خطر هستند. در روز حیات وحش اجازه دهید آگاهی را در مورد تنوع فوق‌العاده زندگی دریایی و اهمیت حیاتی گونه‌های دریایی برای توسعه پایدار را افزایش دهیم. به این ترتیب می‌توانیم به ارائه این خدمات برای نسل‌های آینده ادامه دهیم. کشور ما ایران نیز متاسفانه همانند سایر مشکلات و بحران‌ها به ویژه بحران‌های زیست محیطی عمل کرده است. اختصاص اصل 50 قانون اساسی به مسئله محیط زیست نشان از توجه تدوین کنندگان قانون اساسی به این مسئله مهم دارد. همونطور که می‌دانیم قانون اساسی اصول کلی و کلیدی را بیان می‌نماید و بیان سایر مسائل مرتبط با اصل مربوطه را به قوانین عادی می‌سپارد. قوانین عادی هم بسته به تنوع مسائل محیط زیستی، سازمان‌های عمومی دولتی و غیر دولتی را که فعالیت‌هایشان مرتبط با مسائل محیط زیستی حسب مورد است، صالح در اجرای مفاد مواد خود قرار دادند. از سازمان حفاظت محیط زیست که پر اهمیت‌ترین نهاد عمومی کشور در ارتباط با محیط زیست است، گرفته تا سایر سازمان‌های حتی فرعی در حوزه‌های محیط زیست هنوز منبعیات قانون‌گذار اساسی در تدوین اصل مذکور به طور کامل محقق نشده است و ریشه چنین امری را در عوامل مختلفی میتوان جستجو نمود که بی انگیزگی و عدم تخصص کافی پرسنل سازمان‌های عمومی متداخل در محیط زیست نسبت به مسائل محیط زیستی، موازی‌کاری و اختلاط وظایف سازمان‌های عمومی با یکدیگر با استناد به قوانین تشکیل دهنده خود، عدم وجود نظارت مناسب بر فعالیت‌های سازمان‌های عمومی مذکور توسط دولت و مجلس شورای اسلامی،
عدم انطباق برخی از قوانین محیط زیستی با مقتضیات روز و کارشکنی سازمان‌های عمومی مذکور در انجام وظایف سازمان‌های مردم نهاد حامی محیط زیست به طور کامل بخشی از این علل می باشد. امید است با تدوین قوانین محیط زیستی متناسب با مقتضیات زمان، بالا بردن فرهنگ محیط زیستی جامعه، ایجاد مدیریت منسجم و متخصص در نهادهای عمومی کشور، افزایش انگیزه های لازم جهت کارکرد هرچه بهتر سازمان های عمومی و همکاری و حمایت از NGO های محیط زیستی توسط دولت و تلاش در جهت بست و گسترش این سازمان های مردمی، محیط زیست کشورمان روز به روز بهتر شده و از گزند تهدیدات و خطرات محیط زیستی در امان بماند. قوانین مرتبط با هدف 14 یونسکو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در اصل 50 در خصوص محیط زیست صحبت شده است و نیاز است که در جهت همراهی و همکاری با سند 20C در این موارد بیشتر تلاش بشود. اصل 50 در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. قوانین بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی، کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، کنوانسیون بازل، کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی کویت، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی، کنوانسیون روتردام، کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آلاینده‌های عالی پایدار. راهکار: کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر جانوران و گیاهان تنظیم مقررات درباره گونه‌های دریایی را افزایش می‌دهد. کنوانسیون تنوع بیولوژیکی در تلاش برای ایجاد چارچوب تنوع زیستی جهانی پس از سال 2020 است. در جایی که ماهیگیری به صورت علمی مدیریت می شود، اکثر ذخایر ماهی شانس خوبی برای احیا دارند. ماهیگیری باید مبتنی بر دستیابی به حداکثر عملکرد پایدار و در نظر گرفتن شرایط ویژه در مناطق خاص و مناطق اقیانوس باشد. رشد مبتنی بر منابع دریایی و پتانسیل ذاتی اقیانوس‌ها برای توسعه جهانی از جمله کاهش فقر را نشان می دهد. در این راستا آبزی پروری نقشی اساسی دارد و یکی از مؤلفه های تضمین امنیت غذایی است، به شرط آنکه این کار به صورت پایدار انجام شود. اجرای طرح‌های آموزشی نسبت به اهمیت و ارزش محیط زیست، مانند آگاهی دهی عمومی درباره ارزش بالای آب از طریق رسانه‌های جمعی، کنترل آلودگی آب از طریق ایجاد ممنوعیت‌ها به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب در محیط زیست توسط آن دسته از صنایعی که به نوعی باعث آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شوند، جلوگیری از دفن مواد زائد و سموم شیمیایی در مناطقی که احتمال دارد در اثر بارندگی سموم شیمیایی آنها شسته شده و شیرابه مواد زائد به دریا، رودخانه، تالاب و غیره وارد شوند. تا حد امکان سعی گردد فاضلاب‌های شهری و صنعتی به طور کامل تصفیه و سپس با کنترل به سیستم‌های آبی مانند رودخانه‌ها ریخته شوند. بنابراین با مصرف درست و بهینه آب سعی کنیم ارزش این منابع حیاتی را پاس بداریم. راهکارهایی که توسط مردم می تواند در کاهش آلودگی ها مؤثر باشند. ضروری است میزان آگاهی مردم در این باره افزایش یابد، چرا که با شناخت بیشتر آلوده کننده ها بهتر می توانند مانع افزایش آنها در آبهای اقیانوس ها شوند. 1. با مصرف انرژی کمتر میزان انتشار دی اکسید کربن خود را کاهش دهید. 2. از خرید و مصرف گونه های دریایی در معرض انقراض برای پخت و پز خودداری کنید. 3. از محصولات پلاستیکی تا جایی که امکان دارد کمتر استفاده کنید. 4. از ساحل دریا مراقبت نمایید. 5. از لوازمی استفاده نکنید که به محیط دریا و زندگی دریایی آسیب وارد می کنند. 6. فردی باشید که غذای حیوان خود را از نوع پایدار آن تهیه می کند. 7.
از سازمان‌هایی که در جهت حفظ اقیانوس‌ها فعالیت می‌کنند حمایت کنید. 8. در تغییرات جامعه پیرامون خود تأثیرگذار باشید. 9. وقتی در اکوسیستم اقیانوس قرار می‌گیرید با مسئولیت رفتار کنید. ممنون که ما را تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. ویدیو را لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید. برای ارتباط مؤثرتر با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به قسمت توضیحات بروید. با سپاس.